خب دونالد ترامپ کم کم داره چمدوناش میبنده که از مارالاگوی فلوریدا بیاد کاخ سفید در واشنگتن اتراق کنه. تا الان هم اینجوری که از وزرا و تیمی که چیده به نظر میاد که انگار میخواد برای یک فیلم سینمایی جنگی داره آماده میکنه خودشو. اما طرف دیگر این جنگ کیست؟ جمهوری اسلامی. البته فقط یکیش جمهوری اسلامیه، طرف زیاد داره اونور داستان. اما کاندیداهای وزرای اصلی ترامپ تا الان، مثلا وزیر امور خارجه‌اش مارکو روبیو، از هر سه تا کلمه‌ای که از دهنش در میاد دو تاش اینه که جمهوری اسلامی تهدیدی برای منطقه و جهان است. گزینه‌های وزارت دفاعش نظیر آقای ران دی سانتوس هم هر دوشون، قبلیش هم پیتگست هم، هر دوشون روی یک موضوع کاملا روی موضوعی که اتفاق نظر داره اینه که جمهوری اسلامی بد است، باید با ملاها با قاطعیت برخورد کرد. حالا ما به تفسیر راجع به اینا صحبت خواهیم کرد. جمهوری اسلامی هم که تو 4 سال گذشته با بازی با دموکرات‌ها هر آتیشی که دلشون خواست تو منطقه سوزوندن، حالا موندن که با این کابینه جنگی که تا حالا این ترامپ معرفی کرده و میخواد کاندید بکنه چی کار باید بکنن. سوال امشب ما این است، نظر شما در مورد فشار حداکثری و برنامه ترامپ برای خامنه ای چیه؟ برای شرکت در برنامه کافیه که به شماره ما در واتساپ یا تلگرام پیغام بدید، یعنی پیامک بفرستید تا ما لینک شرکت در برنامه رو براتون بفرستیم. خصوصی ام شخصی برای شخص شما. لطفا زنگ نزنید ها، پیامک بدید. بقیه‌اش با ما. شماره ما هست اینهاش: 2044 75 10 110 110. اما قبل از اینکه شما تشریف بیارید توی برنامه، من امشب اردوان روزبر رو اینجا دارم که پشت در همکار عزیزم، بعد برم دیگه بیارمش الان که ما بحث رو شروع کنیم. Down in New Orleans, they call the rising sun. It's been the ruin of many a poor boy and me. Oh God, I'm one. Mama, she worked for a tailor man. She sold all my new blue jeans, and my daddy was اردی چطوری؟ حالت خوبه؟ خیلی خوش آمدی. مرسی. من فکر میکنم که الان که اینجور نشستی، این دوربین الان بیاره نشون بده قیافت کلاه کدوشه دیده نمیشه. آره؟ دیده نمیشه اصلا. آره. اصلا دیده نمیشم. من دوست داری کلاهاتو میدونم. خودت برگرد نگاه کن اونجا رو. الان این بار دیده میشه، البته چون برگشتی خدایش دارم دیده میشم. آره. بایم جان نظره چیز کن کمتر تو گوش من حرف بزن لطفا. مرسی. خدمت شما عرضم که خیلی خوش آمدی. قربونت. تشکر میکنم. مرسی از اینکه اومدی. مرسی. اینجا چیکار میکنیم؟ چه سوال خوبی واقعا. آره. این نیسانای آبی یاد اول میدون آزادی وای میسته. من یه دونه چیز دارم، یه دونه نقاشی از نیسان آبی دارم توی چیز تو خونم. نیسان های آبی دور میدون آزادی میپرسید کجا مو بار میخورد، همه جا بار خورد آمدیم. ببین من خیلی حرف دارم برات، ملت هم دارم میان. الان چند دقیقه؟ 10 دقیقه مونده و از اون ورم 14 دقیقه، 25 دقیقه وقت داریم فکر میکنم. خدمت شما عرضم که ما راجب چند چیز میخوام سوال کنم. یکی ترامپ. یکی ترامپ. آره یکی ترامپ و یکی این جمهوری اسلامی و ترامپ. حالا سوالم که ملت میخوام بگنیم از ملت، نه واقعا اینه که فشار حد اکثر من وقت باید دوستان نمیدونم، ما چون دوستیم با هم دیگه و شوخی داریم، بر من خیلی سخت جدی باشم با تو، ولی من سعی میکنم جدی باشم. آره مرسی. من که خیلی شاید ملت ندارن تو چقدر آدم خنده‌داری هستی واقعا، یعنی کلا جوکای بی‌نظیر میگی. حالا بعد این خاطره رو برات تعریف کنم. بگو بگو خاطره رو بگو. ما سوال برای اینکه ملت بدونن ما راجوری میخوایم حرف بزنیم اینه که آقا این فشار حداکثری و برنامه ترامپ چه تأثیری رو جمهوری اسلامی قرار بذاره، پیش بینی کنیم از این حرفا. حالا تو خاطرت بگو. باشه. میدونی که ما مشهدی به فشار میگیم قچار. الان بس قچار هست.
اینکه میگی با مزه و فلان از این حرفا، یه کسی گلایی داشت چند وقت پیش میگفتش که فلانی تو خبرنگار نیستی، چرا؟ خبرنگار فلان. نگفتم چرا؟ گفت نه بابا میگی مثلا جنگ فلان. گفتم خب حالا ما که نگفتیم هستیم، حالا مشکل چیه؟ گفت ما روزای جنگ اوکراین میدیدی مروز میگی تو کیف هم و جنگ و فلان اینا. میگفتم خب، میگه خب هرچی پست میذاشتی یا خورف سوسیس بود یا عرق بود. گفتم واقعا این بخش زندگی منو چیکار کنم؟ علی تو رفته بودی، ها میخوای از یه جا دیگه شروع کنیم؟ بعد ملت دارن نزدیک میشن به سمت ترامپ. نرم که میان جلو بعد ما دریم. آره بیا، رفته بودی تل آویو، غزه، اون زمان جنگ، مرز جنگ، مرز جنگ. آره از اونجا برای اون نظر بگو چه خبر بود اونجا. ببین تجربه جنگ من دارم، یعنی دفعه اولم هم نبود به طب. خب من جنگ اوکراین هم تجربه داشتم، قبل از اون هم در جنگ افغانستان تجربه داشتم، در شمال افغانستان، عراق هم اینا. ولی جنگ اسرائیل، در واقع جنگ 7 اکتبر که شروع شد، ما 8 بعد از ظهر در خاک اسرائیل بودیم. و یکی از کارهای خیلی مهمی که به نظر من ایران اینترنشنال تونست بکنه این بود که از همون لحظات اول جنگ خب ما پوشش دادیم و کار کردیم. من روز دوم بود که رسیدم و اولین گزارشم رو که دادم، فاصله ما تا نوار غزه چیز حدود 3 کیلومتر بود و گزارشامون از نوار غزه میرفت دیگه. معمولا روش کار من این بود، من صبحای زود پا میشدم میرفتم سمت جبهه ها و نوار غزه، حالا جنوب و بعضی وقتا نزدیک به شمال، و بعد از اونم که همراه بودم با فرداد که واقعا کار کردن با فردادم کار عجیبیه. چرا؟ آدم خسته نمیشه دیگه. نه فرداد بچه خوبه خیلی. اصلا خسته نمیشه. آره. این خیلی برام خیلی پسر نایس و مهربونه. من همیشه فکر میکردم من خیلی همش نمیتونم بشم، من خسته میکنم همه رو، همه دارن عرق میریسن. البته من دیدم که یک نفر رو چند روز پیش خیلی خسته کردی. کی؟ حالا نمیتونم. حرف در نهیر برای ما، حرف در نهیر برای ما. نه دیگه من جز اون دسته این مثلا به زبان نمیارم، من باید قواعد رو میکنم. خب و از اونجا، از محیط اسرائیل برامون بگو چه اتفاقی اونجا افتاد، چی دیدی؟ این قبل از این بود که حزب الله در داغون بشه. بله، حزب الله از روز 8 اعلام آمادگی کرد برای اینکه همراهی کنه با غزه، و در واقع عملیات علاوه بر اینکه اون راکت ها و درگیری از غزه وجود داشت، خب شمال هم اضافه شد و جنوب لبنان هر روز شلیکایی بود که خب باعث این شد که بخش از مردم از شمال اسرائیل مهاجرت کردن به وسط. و هر روز ما تو هتلایی که می رفتیم شاید مثلا صدها نفر آدم بود که از شمال می آمد و مستقر می شد و هنوز هم هستن، یعنی نزدیک حدود 70,000 نفر اون موقع من یادم میاد که از مناطق شمالی مهاجرت کرده بودن به سمت وسط، به خاطر اینکه مناطق شمالی هم ناامن شده بود. مناطقی مثل شهرهای مثل استرود، اشکلون و شهرهای از این دستم که خب تب در مجاورت با غزه خب تخلیه شده بودن دیگه، اونها هم مرکز بودن. روزهای خیلی عجیبی بود و صحنه‌های خیلی عجیبی بود. واقعا یکی از چیزهایی که دوست دارم راجعش صحبت کنم که خیلی ها قضاوت میکنن و میگن تو وقتی که از طرف، یعنی از اسرائیل رفتی، در واقع تو پس حتما یه طرف دیدی. ولی من این کارو نکردم و خیلی از آدم هام توی اسرائیل دیدم. اتفاقا میدونی یه تصویر غلط ایجاد شده. جمهوری اسلامی یک رسالت ویژه‌ای که داره، یه تصویر درست میکنه، من تصویر رو بزرگ میکنه. وقتی میری از بچگی تو مدرسه شروع میکنن میگن صهیونیست، 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 بله. تو خیال میکنی هر چی آدم اون تو داره زندگی میکنه صهیونیسته، در حالی که زایونیسم یا صهیونیسم یک جور نهله فکری سیاسی است که مال گروه مشخصی است. و تو به نظر صهیونیست میای اولی؟ جواب شبیه ربا صهیونیست شده الان این کلاه رو گوشتی بگم این کلاه رو گوشتی این امید دهه دو من میگه این چهرهش چیزی نمیشه. میگم دوست داره دیگه، امید دوست داره، میخواد بزنه. من میخوام چهرم کاملا پنهان باشه. آخه چشات هم دیده نمیشه اصلا. ترجیح میدم پنهان باقی بمونم. ببین و چیزی که خب مهم بود، من در اسرائیل اتفاقا نهله های فکری متفاوت میدیدم. آدم هایی که مخالف جنگ بودن، آدم هایی که موافق بحث، بله، انتقام بودن، آدم هایی که اصلا حتی در حمایت از مردم در غزه تظاهرات میکردن، آدم های مختلف. و این تنوع، راستش رو بهت بگم شاید ممکنه خیلی باور نکنم، ولی یکی از دموکرات ترین کشورهایی بوده که من دیدم. بله، حالا یه حکومت راست تندی هم مثلا مثل حزب فعلی الان سر کاره، ولی بقیه خب اونجوری فکر نمی کنن. و چیزی که برای من اهمیت داشت این بود که هر روز آدم ها کشته شدن در غزه و در اسرائیل. یادمون باشه فقط در ظرف 3 ساعت نیروهای حماس
نزدیک به 1200 بله. آدم رو قتل عام کردن و من شاهد روایت 1500 نفرم به روایت البته خود ارتش ترجیح میده به همون عدد 1200 و 251 نفر رو اسیر کردن. من یه چیزی رو بد نیست بهت بگم، من جز معدود خبرنگارانی بودم که با مسئولیت رئیس بخش روابط عمومی ارتش، مسئولیت شخصی این بخش یعنی دانیل هاگاری، دریا سالار دانیل هاگاری، با مسئولیت شخصی یه سری ویدیو منتشر کرد روز 10 یا 12 جنگ بود. میدونید که در خب بحث یهودیت خیلی اهم مسئله خیلی مهمه که بدن فرد مرده نشون داده نشه و اینا خیلی اهمیت داره و همه خیلی هم میگفتن که اینا که شما میگین دروغه اصلا کسی کشته نشده. حتی اون موقع هم یه رسانه اسرائیلی برداشت گفت یه هلیکوپتری هم عملیات کرده در منطقه رعیم یا همون فستیوال نووا و این دامن میزد به این فکر. و این آدم با مسئولیت خودش در یک پایگاه ارتش فقط دوربین‌های بدن یعنی دوربین بادی کم‌های حماسی‌ها رو که فیلم‌ها رو استخراج کرده بودن رو برای خبرنگاران به نمایش گذاشت. خب مرسی اردی دیگه نه دیگه همش گفتید ما نرسیدیم به ترامپ. راجع به ترامپ سری برای ما توضیح بده. الان مردم دارن میان، البته شنیدم سیستم اونم الان داره ریپ میزنه، نمیدونم که ما تونستیم که پس ما برامجو بریم. آره میتونیم بریم ولی اگه که اینجی ها من به چیزی بگم به ملت، امروز تولد اردوان روزبه بوده و این تولدش اومده اینجا. من که جای تو بودم نمی کردم این کارو، این همه راه را میدونم جای دوری بودی اومدی، برای همین من ما برای تو کیک تولد گرفتیم. شوخی میکنم. نه به جان تو نه ولی نذاشتن شمعش رو روشن کنیم، برای همین امید اینو خیلی خلاق کرد و گفتن اینجا شمع روشن کنین اینم آتیش یاراش روشن میشاره فلانه. بعد من شماره صفر هم گذاشتم برات که دیگه برای اینکه عمر که میدونی که عدد است و این و این یعنی خوب امید چه خوب ببین فعلا انگوش بزن تا بعد برنامه میتونم قاشق چنگال بیارم. من بدون قاشق چنگال فوت کن فوت کن. آدم خیلی خوبه که تو برنامه کامبیز حسینی یه برنامه خیلی خیلی خوب تولدش رو جشن میگیره. یه وضع اصلا عجیب شد اوزا. حالا که کوچیک شمعشم قلابیه ولی بعدش آره امروز دقیقا تولد منه ولی بعدشو بلی سورپرایز هم کرد. خب بریم حالا شمده ترامپ. بچه ها وضع ملت در چه حاله دارم میان الان 14 دقیقه دیگه داریم. اوکی یه اینتروی بدین به داستانمون که ملت میخوان راجبش صحبت بکنیم. اینی که این فشار حداکثری ترامپ به نظر شما این بار چه اتفاقی برای خامنه ای رقم خواهد زد و اصلا ترامپ با تهران چه خواهد کرد؟ ترامپ یک سابقه مشخصی در دور اول ریاست جمهوریش داره از سال 2016 تا 2020 که ما میتونیم با صراحت بگیم آنچه که انجام داده یکی از بالاترین سطح تحریم ها علیه جمهوری اسلامی بوده. ترامپی هم صهیونیستی تو هم ترامپی هستی. ترامپی هم. حالا جالبه که من واقعا طرفدار ترامپ هم نیستم ولی من روزنامه نگارم. من نگاه میکنم ببینم کی داره چیکار میکنه. من که با شوخی میکنم ما لیبل زدن دوست داریم. اصلا من که منم اصلا عاشق لیبلم. میدونید ترامپ در سابقه خودش در سال 2020 ثابت کرد، تا 2020 ثابت کرده که سخت‌ترین تحریم ها رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. من در رفتار علی خامنه ای و در رفتار مجموعه جمهوری اسلامی صادقانه میگم این ترس رو دارم میبینم بل. همین الان و اگر میبینید ادبیات این آدم هایی داره تغییر میکنه خیلی هم میگن جمهوری اسلامی یا به دنبال تغییره، میگم خیر جمهوری اسلامی با زور میجنگه مگر زور پر زور دور باشه. اصلا جمهوری اسلامی شما نمیتونید باور کنید. اینم ضرب المثل مشهدیه نه؟ نه این بیشتر از مال ما خراسانی هاست. ولی مسئله مهم این هستش که آنچه که من در کابینه ترامپ کابینه پیشنهادی دارم میبینم از وزیر خزانه داری که در واقع ناظر بر تحریما خواهد بود، من دستم به این میخوره امیدوارم به من فوش ندن اون پشت بگن کسی اینجا فوش به کسی نمیده. بعد مثل آدم فوش قدقنه فوش میگن تو فضا میمونه، مادر بزرگم میگه فوش تو فضا میمونه فوش نده کسی. آخه من برام این دوست دارم. مثلا آدمی مثل اسکات بسنت خب
وزیر خزانه داری پیشنهادی، میلیاردر 62 ساله‌ای که سابقه کار در وال استریت داره، آدمیه که با ایده تحریم‌های حد اکثری داره میاد. بله. کیه؟ همون کسی که اونجا در وزارت خزانه داری نشسته، تحریم‌ها رو میخواد اعمال کنه. کارشون اصلا. مثلا نشسته که بره پوست بکنه. بعد از این که پیشنهاد شد، یه اتفاقا مصاحبه کرده بود و به صراحت گفته بود به دنبال تحریم‌های حد اکثری هستش. ببین مثلا مشاور امنیت ملیش مایک والتز، این رویترز نوشته 21 آبان این اصلا اومده، همین آبان امسال اومده گفته که آقا ما باید تاکید کرده که ما باید جمهوری اسلامی رو نابود کنیم فلان جفا. بعد مواضع خیلی شدیدی بود داشته باشیم. 13 بهمن 1402 ایشون اومده گفته که برای چون حمایت میکنه از گروه شبه نظامی با شرکت های کشتیرانی رو ما چیز کنیم، تحریم کنیم. دوباره مثلا 6 دی 1402 همجرم این مقب چی گفته؟ مثلا گفته به خاطر اینکه اینا پول میدن، باید خزانه ایران پر از پول تروریسمه، دولت بایدن باید سیاست خود را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهد. نمیدونم همینجوری آها از توماج صالحی یارو حمایت کرده. آره. میدونی چی میگم؟ یعنی آره. آدمیه که یعنی اکتیولی صورت فعال آدم های شبیه این دارن که در مورد ایران مثلا به طور به خصوص نظر دادن، یه کاری کردن، دارن میان تو کابینه ترامپ. آخه نگاه کن، یه چیز رو باید در نظر بگیریم. 4 سال گذشته جو بایدن و مجموعه تیمش شانس اینو داشتن که فشارهای بیشتری بر جمهوری اسلامی اعمال بکنن. بعد نگاه کنید، ما اگه موضع داشته باشیم نداشته باشیم باید اینو یادمون باشه، یکی از بالاترین سطح اعدام ها در جهان در جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته، یکی از بالاترین سطح سرکوب و کنترل در جمهوری اسلامی. الان همین مصوبه حجاب و فلان از این حرفا بگیرید که حتی اجازه میده دوربین های بخش های امنیتی رو در اختیار قرار بدن. برای چی؟ برای اینکه فرض کنید یه دختر خانمی حالا یه روسرش افتاده یا نیفتاده. و البته در نقطه مقابلش اینه که هیچ وقت اینا توضیح نمیدن که با این همه شما دقت و تسلطتون به طور توناژ اسناد و مدارک. توناژ یعنی چی؟ یعنی بالای تون. آها توناژ. بذار تو گاف 25 تا گاف بود. توناژ دیگه. تونه دیگه. بعد 25 تا گاف صندوقتون رو در دارغوزاباتون اسرائیل میاد وا میکنه، یک به یک اسناد رو میبره بیرون و شما حتی نمیدونین. بله. فخری زاده رو میزنن و وزیر اطلاعات سابات رو میگه ما هنوزم نمیدونیم. هنوزم نمیدونه. بعد تازه اون یکی هم گرفتن اعدام کردن که اینو خودمون. بعد فهمیدن اشتباه کردن. بعد همین آدم‌ها میرن دوربین نظارتی میذارن، اصطلاحاً سیستم فیس ریکگنیشن میذارن که ببینن دختر خانومی داره توی خیابون راه میره روسرش افتاده کیه. ببینید این تضاد بزرگه که اتفاقا من فکر میکنم اصلا دشمن بزرگ جمهوری اسلامی خود جمهوری اسلامیه. بله دشمن شماره یک خودش. شماره یک اصلا خودشه. خب علی جان اگه اجازه بدیم ملت رو بیاریم. زهره از آمستردام. زهره عزیز روی خط برنامه ما هستی، اگر صدای ما رو میشنوی. اردوان روزبه دوست و همکار روزنامه‌نگار من از واشنگتن اومده اینجا به ما پیوسته و موضوع برنامه ما این است که فشار حداکثری دونالد ترامپ این بار با خامنه‌ای چه خواهد کرد. بفرمایید. کیکو بخوریم بس. حالا که زور نیامد. صدای زور رو نداریم. جان انگوش بزنیم. نه الان برای زور بیاد کاغذ چیز شنگال اینا. زور جان ما صدای شما رو نمیشنویم. مهران از میان دواب در نفر بعدی است. مهران جان اگه صدای منو میشنوی بفهمین عزیزم. من فکر کنم ما رو گرفتن. یا زدن لومون دادن لومون دادن الان صدای منو داری؟ زهره جان آه اومدی اومدی، ما فکر کردیم ما رو با موشک بالستیک زدن. بفرمایید زهره جان. سلام، وقتتون بخیر کامبیز عزیز. بفرمایید. خدمت آقای روزبه بزرگوارم سلام عرض میکنم، تولدشون رو تبریک میگم. خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدید. بفرمایید عزیز. زنده باشید. قربون شما. آقا من فکر میکنم که ترامپ با شدیدترین تحریم ها برگرده و اینکه خب ما تو دوره قبل هم دیدیم دیگه آقای ترامپ از نظر اقتصادی خیلی ایران رو تضعیف کرد و فکر میکنم که با تحریم‌های جدیدی علیه صادرات نفت، صنایع پتروشیمی، بخش بانکی ایران با اینا برگرده. بعد فکر میکنم که با مخالفان داخلی و خارجی ایران فکر میکنم که به یه تعاملاتی برسه برای اینکه یه داستانایی درست کنن و که بر علیه جمهوری اسلامی هست و فکر میکنم با ایجاد ائتلاف منطقه‌ای با همین
مثلا عربستان، امارات، اسرائیل بتونن یه دور جدیدی از تشکل رو تشکیل بدم با هم دیگه. تو رو برنامه برجام و هسته‌ای فکر میکنم خیلی به شدت مانور بده و تحریم های حقوق بشری برای ایران اعمال کنه. و بعد از اون فکر میکنه خامنه ای چی کار میکنه؟ این همه کارا رو میکنه، خامنه ای چی کار میکنه؟ ببینید، خامنه ای تمام این سالهایی که تحریم انجام شده، تحریما رو دور زده. ببینید، استاد خلاف کردن خامنه ای، استاد اینه که همه چیز رو دور بزنه، همه چیز رو وارونه نشون بده و اونطوری که هست هیچ وقت همه چیز رو اونطوری که هست نشون نمیده. ببینید چقدر اومد جلوی تلویزیون و گفت که ما با آمریکا صحبتی نداریم، ما با آمریکا هیچ کاری نداریم، ما نمیریم باشون صحبت کنیم. ولی الان میبینیم که کوتاه اومده، چون بحث خودش و موندن خودش وسط هست. بله. خامنه ای فکر نمی کنم دیگه کاری از دستش بر بیاد و ما داریم میبینیم که یکی یکی دوستاش هم سوریه، لبنان، حزب الله، عراق، همه دارن یکی یکی از بین میرن و خودش میمونه و خودش. و فکر میکنم که الانه که مردم ایران خودشون باید برای خودشون تصمیم بگیرن. بله. قبل از این که کس دیگه ای بخواد برای ما تصمیم بگیره. و فکر میکنم در این میان شاید یه ذره فکر کنید که بی ربط حرفی که دارم میزنم، اما فکر میکنم تنها کسی که میتونه در این دوران گذار ما رو همراهی کنه و رهبر ما باشه جناب شاهزاده رضا پهلوی، شاه دوم ایران هست. و فکر میکنم که با ایشون میتونیم این دوران رو بگذرونیم. و کما اینکه ایشون خودشون هم تو برنامه‌ای که با شاهین نجفی صحبت میکردن گفتن که من حاضرم که آزادی خودم رو، گفت که من آزادی الانم رو نمیخوام از دست بدم و ایشون میخوام بعدن مثل یه شهروند در ایران زندگی کنن و آزاد باشن، مثل یه شهروند آزاد باشن، نه مثل یه شاه در بند و بخواد کار فسی انجام. پس من خواهش میکنم که مردم همه دست به دست هم بدیم، کمک کنیم که یک بار دیگه اقتدارمون رو به دست بیاریم. مرسی زهره جان، تشکر میکنم وای تو برنامه نظرتو. مرسی کامبیز جان از وقتی که دادی، زنده باشید، خدا نگهدار. تشکر میکنم بازم، هر وقت تونستی توجهی بود که فکر کردی میخوای حرف بزنی تشریف بیارید، ممنون میشم، دمت هم گرم. علی از کرج، علی عزیز روی خط برنامه هستی؟ ما کلا 4 دقیقه وقت داریم از این بخش از این برنامه و شما میتونید 2 دقیقه داشته باشید، بعد میخوایم تولد بگیریم برای دیگه دردی دیگه نمیشه دیگه. در مورد این داستان ترامپ و فشار حداکثریش و احتمالاً واکنش های خامنه ای چه میخوایی بگویی؟ در خیلی بفرمایید، برو بگیر ببرش، زود باش علی جان. علی آقا سلام، شبتون بخیر. بفرمایید. شب بخیر. سلام، شبتون بخیر. شبت بخیر. سلام، شبتون بخیر. شبت بخیر. خوش آمد. بفرمایید. سلام، صدامو داری؟ بله، صدا دارم، بفرمایید. شب شما هم بخیر، تبریک میگم آقای روزبر و تولدش رو. سلام عرض میکنم خدمت شما کامبیز جان. ببین، ترامپ با قدرت اومده و با قدرت شدید، با تجربه 4 ساله قبلش اومده و عرضم به حضور شما که ما هم الان در ضعیفترین نقطه ممکن قرار گرفتیم. حضرت آقا هم توی ضعیفترین نقطه ممکن قرار گرفته و قطعا آقای ترامپ یک اقتصاددان، یک سیاستمدار بزرگه. آمده با برنامه اومده، خودش میدونه که جنگ دیگه با ایران فایده ای نداره، نتیجه ای نمیگیریم. با سیاست اومده، اقتصاد ایران رو هدف قرار خواهد داد. ولی انسان مردیه، دنبال چیه؟ اینه که مردم ایران کمتر صدمه ببینن. قصدش اینه که هدف رو جمهوری اسلامی قرار بده. انسان مردیه، با برنامه اومده، قصدش اینه که حالا اگه بخوایم بهتر بگیم با شرفه. نمیخواد مردم ایران توی این یعنی اگه زن بود بیشرف میشد اگه زن بود هدفش اینه که جمهوری اسلامی رو ضعیف علی جان کنه. یعنی چه گفت انسان مردی اگه زن، اگه مثلا ترامپ زن بود یعنی بیشرف بود؟ نه، اون اصطلاحی که استفاده میکنه. فهم اصطلاح. آره. کامبی جان شما تو ایران زندگی کردی، میخوایی مثلا از یکی تعریف کنی؟ آره میفهمم، میدونم عزیزم. نه من فرق خلاص کوشش کردم. بعد شما که حالا با این قدرت اومده، حالا به قول دوره خانم ما باید خواهش ما
ما باید نقطه رو بشناسیم، اونجایی که جمهوری اسلامی رسید به نقطه تضعیفش ما باید شروع کنیم. باش. مرسی علی جان، تشکر میکنم. من دیگه باشیم و آره عزیزم نتیجه ما... بگیریم. کامبیز جان وقتمون تموم شد، قربونت برم. قربونت برم، ببخشید علی جان، معذرت میخوام. ببین خیلی ببخشید، فردا شب بیا وقت بیشتر داریم میتونیم با هم دیگه گپ بزنیم. علی جان یه دقیقه وقت داریم از این بخش، جنبندی کن جمهوری اسلامی و ترامپو. ببین من یه چیزی رو بهت بگم، فارغ از هر چیزی باید یادمون باشه از آغاز انقلاب مهسا 1401 نسل تازه‌ای که سالها بودن اما دیده نمی‌شدن دیده شدن. 1401 این جنزیا، بچه‌هایی که زبانشون نگاهشون متفاوته، بارها باشون تو ایران صحبت کردم و شوکه شدم از نوع نگاهی که دارن. اونا باور به خودشون دارن، اونها رپ رو میشناسن، اونها دنیاشون متفاوته. جمهوری اسلامی الان یک چالش بزرگ داره به قولی تحلیلگری که مسئلهش فقط خارج نیست، مسئلهش خاورمیانه نیست، مسئلهش اینه که با بحران داخلی روبروه که اصطلاحاً به قول انگلیسی‌ها خیلی فراجیل، خیلی شکننده است. به محض اینکه اتفاقی بیفته دیگه دورانی نیستش که شما بگین جنگ جنگ تا پیروزی، دیگه دورانی نیست اونها حمایتتون بکنن. فشار بیرونی میتونه چرقه انفجاری برای فشار داخلی. تولد باسم مبارک. ممنون. ببینیم همدیگه رو، یه آبجوی بخوریم با هم دیگه. به سلامتیت. مهمان ویژه این پنجشنبه فردا شب ما کاوه یغمایی خواهد بود. کاوه یغمایی موزیسین راک خفن میاد تو همین استودیو، همینجا که عدی نشسته. زنگ بزنید و اگر سوالی ازش دارید مطرح بکنید تا فردا شب که کوروش یغمایی بیاد و ما اینجا در خدمت شما باشیم. اول ببینیم کیه کوروش یغمایی. ببخشید گفتم کوروش یغمایی، بعد میگفتم کاوه یغمایی، ولی اینقدر خوب پسر کوروش یغماییه دیگه. حالا چقدر من کوروش یغمایی رو دوست دارم، کاورم دوست دارم، ولی کوروشم کی کوروش رو یغمایی دوست نداره؟ کی اصلا خاطره نداره. تکرار برنامه صبح ساعت 8 رو به صبح تهران است. برنامه در یوتیوب ایران اینترنشنال هست، چند دقیقه دیگه پس از پخش زنده آپلود خواهد شد. کلا برنامه رو میتونید پیدا کنید شبکه‌های اجتماعی که از عزت فیل نیستش. امشب هم نمیگیم به یک مسئله دیگه که میخوایم که فراموش نکنیم. با خودم برش میگردونن، همه شو میفروشن خودشان، مسئولا هستی ها، مسئول هستی ها، همه شو خودشون میفروشن. با خدا کن فرس بلا نیستم، دیوانه شدم، نگه زندگی ما بودم، نگه بچه هم بودم. چرا به داد ما نمیرسید؟ چرا به داد ما نمیرسید؟ یه دارم چادر بنا به ما خدا، ایش تنیه تر، 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 ایش تنیه